گرامی بینندگان و شنوندگان ارجمند و همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و اولین برنامه سال 2019 رو آغاز میکنم. معمول هستش که در ابتدای هر سالی در این 40 سال حکومت آخوندی ما دعا که چه عرض کنم خواستار این شدیم که اون سال مثل سال جدید سال پایان حکومت جور و ستم و قتل و غارت و جنایت بشه. ولی من همچی درخواستی رو ندارم، چون اعتقاد دارم که یک حکومت ظالم و یک حکومتی که از درون به قول خودشون در حال پوسیدنه، با وجود همه ضعف‌ها و فتوری که داره نمیتونه خود به خود مثل یه سیب گندیده بیفته زمین. امکان نداره. اونم وقتی که در نظر بگیریم مثل حکومت ملاها یه عده عرازل و اوباش از رأس، یعنی از خود رهبر شروع میشه تا این چاقوکشان سطح خیابونها، کار و حرفه و شغل اینا اینه که مردم رو به هر نحوی که هست سرکوب کنن و آروم نگه دارن و در این رو از هیچ جنایتی هم روی بر نمیگردونه. تصاویری که ما از سال 88 داریم و امیر بارها براتون پخش کرده نشون دهنده میزان سبوعیت یک حکومت جابر در کل دنیاست. اگر این صحنه ها در هر کشور دیگری بود، نه اروپایی ها، نه آمریکایی ها و نه هیچ کشور دیگه که ادعای مردم سالاری داشتن یا حداقل یه دیکتاتوری و شرایط نیمبند داشتن، روابطشون رو با اون ادامه نمیدادن. در خیابون ها دیدید یه عده لات و اوباش و جانی در حالی که با قمه مجهز هستن اومدن از مردم بیدفاعی که اومدن میگن آقا رأی ما کو، با این چیزا، با این حربه ها جلوگیری میکنن از تظاهرات اونا و میکشنشون، میزننشون، با اتومبیل اونا رو زیر میکنن، با موتورسیکلت میان میرن تو جمعیت. یعنی هیچ جای دنیا همچین سبوعیت شما از یک حکومت نمیبینید، اونم حکومتی که دور از جون خودشون ادعای حکومت آقای امام زمانی و حضرت علی و اینا رو داره. نقل قولی است از آیت الله بروجردی که در زمانی که مرجع تقلید شیعیان جهان بود بهش گفته بودن یکی از این آیت الله دست دوم سوم هست به اسم روح الله خمینی که این در اون موقع درس دادنش را در جمعی که میرن به حضورش راجع به مسائل سیاسی و حکومت اسلامی صحبت میکنه. این نقل قول خیلی قویه و میگن آیت الله بروجردی گفته که اگر اینها آدمای امثال حاج روح الله قدرت رو در حوزه های علمیه در دست بگیرن باید فاتحه اسلام خوند. همینطور که میبینید الان این مردک قرائتی که میدونید میاد مرتب تو تلویزیون صحبت میکنه، این همونه که گفت به ما میگن کی میرین، ما نیومدیم بریم. حالا
این مردک میگه فرار از نمازهای جمعه و رفتن به مساجد به قدر زیاد شده که برای خود ما حیرت آوره. یه زمانی بود، حداقل زمان گذشته که ما خودمون شاهدیم، هنوز شاهد زندهش هستیم، مردم بدون اینکه کسی بهشون زور بگه، کسی اونا رو وادار بکنه، می آمدن روزخانی را مینداختن، دستجات سینه‌زنی را مینداختن، خمس و زکات میدادن، زیارت میرفتن، حج میرفتن و طوری نسبت به دین ادای احترام میکردن که آدم حیرت میکرد، تحت تاثیر قرار میگرفت. حتی ارامنه و مسیحیای ایران، من یادم در ایام محرم اینا جذب این همه عظمت عزاداری میشدن، اون زمان نه حالا. چه شد که حالا مردم نه تنها راجع به ائمه اطهار بلکه راجع به خود خدا صحبت میکنن و بیدینی و ضد خدایی داره روز به روز در مردم ما بیشتر و بیشتر میشه؟ و این مرده که رهبر دوزا، اون بالا میگه اقبال به دین روز به روز بیشتر و بیشتر شده. حالا منظورم اینه، اول هر سال معمول در رادیوها، در تلویزیونها، در رفت وسایل ارتباطی جمعی آرزو میکنن که سال جدید سال خوشیومنی باشه، عدالت جایگزین ظلم و ستم و این چیزا باشه. ولی من معتقدم تا مردم ما نخوان، تا مردم ما متحد نشن، تا مردم ما تشکیل یک تناب رو ندن، امکان سرنگونی یک رژیم دزد فاسد جانی وجود نداره. حتی اگه 50 تا آقای ترامپ هم بیان و میلیاردها دلار هم برای سقوط این رژیم بذارن، هواپیماهای اسرائیلی و هواپیماهای آمریکایی و هواپیماهای عربستان و سعودی هم به ایران حمله کنه، این رژیم رفتنی نیست اینطوری، بلکه این خاص مردم ایرانه. حداقل مردم ایران باید یک جنبش بزرگ به وجود بیارن تا این کشوران بتونن همپای اونا کمکایی بکنن، ولی همینطوری نمیرن اینا، چون سبکترین حکومتی است که تا به حال در دنیا وجود داشت. حتی سبکیت اینا از صدام بیشتره، از قذافی بیشتره، از بسیاری از دیکتاتورهای خونریز بیشتره. اینا دروغگویی براشون مثل یه ورزش میمونه. ببینید این مردک یزدی، محمد یزدی، یکی از فاسدترین ملاهای حاکمه. چندین سال رئیس قوه قضاییه بوده که وقتی که از اونجا گورش رو گم کرد و رفت، همین شارودی که چند روز پیش سقط شد میگفت من یک ویرانه تحویل گرفتم. مردکیست که در حال موته، دیگه با چرخ و اینا هم نمیتونه راه بره، ولی در دروغگویی و شالاتان بازی اصلا داستانهای راجع به این و دزدی مصاحبه کرده همین اخیرا. ببینید چی گفته. گفته که ایران در عرض این 40 سال گذشته 400 سال جلو رفت. میخونم براتون. محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان مدعی شد که ایران طی 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 میگذرد به اندازه 400 سال پیشرفت کرده. خب راست میگه، آخوندا به اندازه 400 سال دزدیدن،
به اندازه 400 سال جلو رفتن. این شپشوها که تو حوزه های علمیه قم تو کثافت خودشون غلط میخوردن، حالا بهترین آمفی‌تئاتر رو براشون درست میکنن سر درس. ببینید، برین تو یوتیوب ببینید چه کاخهایی برای اینا ساختن. هیچ دانشگاهی در منطقه نمیبینید که یه همچین وسایلی داشته باشن که برای این دستاربندا درست کردن. خب راست میگه، 400 سال این آخونده رفتن جلو، از دزدی و حق بازی و سر مردم کلا گذاشتن و جنایت کردن. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد یزدی اظهار داشت در این 40 سال به اندازه 400 سال به این کشور خدمت شده و به اندازه 400 سال رشد و پیشرفت داشته ایم. تکنیک ها، ابزار ها، وسائل و جمعیت و نوع زندگی با گذشته کاملا متفاوت از قبل گفته. ابزارها و پیشرفت‌های فناوری اینا رو همه رو گذاشته پای آخونده. این روحانی بلند پایه جمهوری اسلامی درباره پیشرفت‌های خود توضیح نداده، درباره پیشرفت‌هایی که ادعا کرده، و مشخص نیست که چه مواردی رو او اشاره باید بکنه بهش. وی صرفا اضافه کرده که در همه این سالها سعی شده که اصول اسلام و انقلاب نگاه داشته شود. نگفته که در بسیاری از شاخصهای بین المللی ایران از نظر فساد در دنیا انگشت شماره. از 130 کشور، ببخشید، ایران در رتبه 130 از میون 180 کشور بر اساس فساد مالی است. 180 کشور وجود دارن که تو اینا فساد مالی است. تو اینا ایران 130مه. البته خیلی کشور هستن که نه نفتی دارن نه گازی دارن، حالا فساد تو اونا مثلا چیکار میکنه، ولی این مهمه که یک کشور 85 میلیون جمعیت داشته باشه و پر از منابع عظیم مالی باشه و میلیارد 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 توش دزدی بشه. این مهمه. ایران 130مه. بعد نمیگه که در این مدت چقدر مردم ایران سرکوب شدن. زندان ها پره. به زنان و معلمان و کارگران میهن ما و دانشجویان چقدر ظلم شده. نمیگه خاک و آب و دریا و تالاب و همه اینا از بین رفته. اینا رو جز پیشرفت های 400 سال میدونه. بگذاریم. میخواستم به این موضوع اشاره کنم. 40 ساله که این روزخان ها حاکمن بر ایران. 40 ساله که یه عده عقب افتاده، من میتونم بگم، ببخشید از این لغت استفاده، احمق، قدرت رو تو مملکت در دست گرفتن. و چون اینا نتونستن، حتی از قاجارا هم اینا عقب افتاده تر بودن. باز در زمان قاجارا ما آدمایی مثل وثوق الدوله داشتیم، مثل نمیدونم قوام سلطنه داشتیم، مثل مصدق داشتیم. اینا همه تربیت شده اون زمانه، رجال استخونداری که بعدا در خاندان پهلوی هم اومدن خدمت کردن. اینا ارزه نداشتن 4 تا آدم برای خودشون پرورش بدن. یه عده آدم های عقب افتاده اول انقلاب اومدن، هست همین اراذل و باش و لاتا اومدن توی قدرت، حالا هم همونا هی دارن میچرخن. خانواده لاریجانی ها، رئیسی، اعلم الهدا، هاشمی ها، حالا هاشمی رو که انداختن کنار، دکتر ولایتی، دکتر با قول خودش، از همینا، اینا رو هی میچرخونن. جنتی، یزدی، اینو بر میدارن دوباره میزنن جای دیگه، اونو بر میدارن، مثل لاریجانی از رئیس قوه قضاییه ورش داشتن گوشتن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. این مردک 800 ساله جنتی رو از شورای نگهبان ور میدارن که ور نداشتن، میذارن مجلس خبرگان. علی لاریجانی رو از صدا و سیما ور میدارن میکنن رئیس مجلس. لاریجانی رو از قوه قضاییه ور میدارن میکنن رئیس
مجموعه تشخیص مست، کسی رو ندارن، بعدم به کسی اطمینان ندارن، میترسن، چون خودی ها که همین عرازلو باشن. این ناخودی ها هستن که باید بیان تو قدرت، جوان ها هستن که باید بیان تو قدرت و اینا از اینا خوف دارن. یه عده لات هم مثل محسن رضایی که حالا گندش در اومده، در موقعی که ایشون فرمانده سپاه پاسداران بوده، به قول خودشون در حمله کربلای چهار که میدونید حدود 30 و خورده هزار نفر کشته شدن، که عراقی ها اسم اونو گشتن دروی بزرگ، درو کردن این بچه های ما رو. این حمله کربلای چهار از مدت ها قبل که طراحی شده بود لو رفته بود و عراقی ها میدونستن که ایران قراره چه شبی حمله بکنه و از چه نقاطی حمله بکنه و برنامه حملهش هم چیه. از جمله قرار بود در اروندرود 145 تا قواص خودشون رو برسونن به بصره و نیروهای دیگه هم حمله کنن و بصره رو به اصطلاح تسخیر کنن. خود این مردک و دوروریاش نوشتن از یک هفته قبل از حمله تمام مدت این منورهای عراقی، یعنی اینایی که نور پخش میکنه، توی محوطه اروندرود و درست اون نقاطی که اینا قرار بوده حمله کنن روشن میشده مثل روز. و اینا گفتن نه، اینا متوجه، هی به اینا گفتن آقا لو رفته جریان. ارتشی ها به اینا هم گفتن این حمله داره لو میره و لو رفته، اینا دارن این اقدامات رو برای این میکنن. گفتن نه، همین مردک محسن رضایی، همین قاسم سلیمانی، همین عرازل اوباش که شده بودن فرمانده، از میدون بارفروش آمده بودن یا از تیخکشای خیابان جمشید شده بودن فرمانده، ژنرال شده بودن، آمده بودن اون ارتشی های باسواد و باشعور ما رو پس زده بودن و ایناش حاکم میدانهای جنگ شده، براشون هم مهم نبود. هزاران بچه ما رو اینا فرستادن که حتی میگفتن اولاغ ها نمیرفتن در اون نقاطی که مین گذاری بود، ولی به این بچه ها یه شربت های میدادن، حالا معلوم نیست چیه، مواد مخدر بودش، اینا رو میفرستادن رو مین و عراقی هم اون وقت درام کردن اینا رو، اونایی هم که سالم میموندن. حالا این مردک گفته ما کربلای چهار رو به عنوان یه فریب به کار بردیم، بعد میخواستیم عراقی ها نفهمن، اومدیم کربلای چهار رو راه انداختیم که پشتش کربلای پنج انجام بدیم. نگاه کنید، اینا کسانی بودن، این قواسایی بودن که ایران تربیت کرده بود برن اونور و تمام مقامات عراقی رو توی بصره درو کنن. نگاه کنید باشون چه رفتاری میکنن. 150 تا یا 160 تا قواس رو اینا به این طرز وحشیانه عراقی ها کشتن و اینا حالا ادعا میکنن که ما این کار رو، نگاه کنید، نگاه کنید، اینا آدم هم دارن میفتن، اینا انسان های ایرانی هستن. مملکت دست اینا افتاده دیگه. حالا برای مبارزه با اینا همین الان گرامی باید کاری کرد کارستان. ببینید من چقدر هم سال گذشته هم سالهای قبل بارها و بارها گفتم دست برداریم از این همه اختلافات عمیق. سر 2-3 تا مسئله میتونیم هممون با هم متحد بشیم، همه کسانی که معتقد به دموکراسی و مردم سالاری هست، نه هر گروهی که میگه من. این اتحاد میتونه برای مردم ایران دلگرمی باشه، همونطور که اون دختر رفسنجانی جنایتکار گفت، یعنی فائزه هاشمی گفت از نظر محتوایی اینا نابود شدن، فقط از نظر ظاهر اونم با سرکوبه، با سرکوب وحشتناک، پر کردن زندان ها، جنایت نگه داشتن خودشونو. بعدم یه مسئله است، مردم برای چی، به امید چی بیان تو خیابون؟ راست میگه،
اینی که ما 40 ساله داریم میگیم. خب مردم سال 88 اومدن، با شدت اومدن. همین چند وقت قبل 100 خورده شهر آمدن تو خیابونا، تظاهرات کردن، رهبری نداشت. هر کی یه شعار میداد، هر کس یه حرکتی میکرد، تنظیم شده نبود، مستمر نبود. برای همین بعد از یه مدتی سکوت شد، چون رهبری وجود نداشت. هیچ مبارزه‌ای بدون رهبری نمیتونه به ثمر برسه. رهبرم یه نفر نمیتونه باشه، یا نباید باشه، حتما میتونه یه شورای رهبری باشه، یه شورای موقت باشه، یه اتحاد موقت باشه. از 2 روز قبل در تهران بوی تعفن همه فضا رو گرفته. خیال میکنید اگر این جریان، فکر کنید تو همین لس آنجلس که اینقدر عریض و طویله، یه بوی غیر طبیعی، بوی تعفن بیاد، در عرض چند ساعت کشفش میکنه. من به شما قول میدم 3 یا 4 ساعت بعد همه عوامل جمع میشن و تشخیص میدن این بو از کجاست و رفعش میکنه. 2 روزه این بوی تعفن همه شهر رو گرفته. آتش نشانی میگه ممکن از زباله باشه، محیط زیست میگه ممکنه یکی از این به اصطلاح لوله های فاضلاب ترکیده باشه، یکی دیگه میگه ممکنه فعالیت های آتش نشانی باشه، یک هر کس یه حدسی میزنه، ولی هیچ کدوم از این حدسا به حقیقت نزدیک نیست. به مملکت دست یه عده آدم عقب افتاده و احمق افتاده، نمیتونن تشخیص بدن. اینا فقط یه چیزی رو تشخیص، بوی پول، بوی پول. کجا میشه دزدی کرد؟ بریزن اونجا، وگرنه بقیه رو به اینا ارتباط نداره. پولا رو بدزدن، به اسم خانواده فرار کنن، برن کانادا. تا به حالم ثابت کردن که در فرار، در دزدی تو دنیا بی‌نظیره. ولی اینا یه چیزی رو نمیدونن و اون اینه که در تمام دنیا ایرانی ها پخشن. 7 میلیون، 6 میلیون ایرانی در سراسر دنیاست. این 6 میلیون، 7 میلیون تمامشون چشماشون بازه و بیدارن. امکان نداره اجازه بدن به کسی که بیاد دزدی بکنه، کاخ بخره، خونه بخره، به اسم فک و فامیلش کنه، از چشم اینا پوشیده باشه. امکان نداره. و بارها من تو این برنامه گفتم، گفتم یکی از وظایف مهم ما خارج از کشوری ها اینه که حداقل دورور خودمون رو بپاییم. آدم های مشکوکی که از ایران در میرن، میلیون میلیون اینجا خرج میکنن، خونه میخرن، زمین میخرن، نمیدونم شرکت های بزرگ ایجاد میکنن، ببینیم اینا کیان، این پولا رو از کجا آوردن. حداقل تو حافظه‌مون باشه، تو داخل که مردم این کارو میکنن، آدرس تمام این جنایتکارا رو مردم جمع کردن. اما وزیر کشور انگلیس گفته که من تعطیلات کریسمسمو قطع کردم، برگشتم به لندن. دلیلش هم اینه که از دریای مانش عده زیادی پناهنده خودشونو میرسونن به انگلیس، با آبهای انگلیس. و حالا تحقیق شده از هر 10 نفر 8 نفر ایرانی هم. اینا تونستن از صربستان که یه مدتی بدون ویزا ایرانی ها میتونستن برن، بیان اونجا و از اونجا خودشونو برسونن به سواحل فرانسه و انگلیس و از دریای مانش خودشون عبور بدن برن انگلیس، چون میدونن دولت انگلیس اینا رو تحویل ایران نمیده. این جهنمی که آخونده درست کردن، این 400 سال پیشرفتی که این مردک جانی دروغگوی یزدی میگه، اینه دیگه. از اون بهشت همه میخوان فرار کنن. الان یه کشور نشون بدین، گرجستان نمونش. 6 ماه گفت بدون ویزا میتونیم بیان، هر
هواپیمای که حرکت میکرد به طرف گرجستان جا نداشت. صدها هزاران ایرانی اومدن تو گرجستان خونه خریدن که اقامت بگیرن که از اونجا بتونن فرار کنن بیان به اروپا، به جایی دیگه. یه همچین بهشتی درست کردن اینا. اگر امروز بیان به ایران، مردم ایران بگن آقا شما آزادید، میتونه از ایران برین، به جز یه مش دزد و جانی و چاقوکش و عقب افتاده که دورور اینا هستن، بقیه همه میان بیرون. برای چی بمونن اونجا؟ شما وقتی در یک مملکت هیچ شانس زندگی ندارید، شانس تحصیل و کار ندارید، این بچه آخوندکا با یه ذره تعریش که تازه اونم کوسه‌ایه، هنوز ریشاشون در نیومده، مدیر کل و معاون و نمیدونم وزیر و اینا میشن یا وکیل، تو مملکت چجوری میشه زندگی کرد؟ حالا شما برو یه درس بخون. یه آقای هست به اسم فتورچی، اینا رو من مثل میارم از خودشون، روزنامه نگار داخل کشور، به یکی از ادعاهای حسین دهباشی درباره چرایی عدم دفاع مردم از نظام جمهوری اسلامی اینطور گفته. آقازاده در انگلیس زندگی میکند و ایران بزرگترین وارد کننده پورشه ماشین های آقازاده ها در خاورمیانه است. طی 3 ماه گوش کنید، 30 میلیارد دلار در عرض 3 ماه، یعنی هر ماهی 10 میلیارد دلار از ایران خارج شده که قطعاً مردم عادی این پول رو خارج نکردن. راست میگه، مردم معمولی که پول ندارن. هزاران میلیارد اختلاس شده، اما با غارتگران مثل تاج سر رفتار میشه. اینا رو آقای فتورچی گفته که در داخل روزنامه نگارم است. حالا صحبت از مقاومت در برابر جنگ سرد می شود. از خطر سلطه استکبار جهانی گفته می شود. آیا با این ساختار فاسد چنین مقاومتی از طرف مردم ممکن است؟ وقتی کسی چیزی نداره، مملکتشو دارن غارت میکنن، بعد دشمن حمله کنه، اینا برن جلو اون وایسن، برای چی؟ برای اینکه این لاتا و روزخانها و دزدا و نمیدونم جانیا قدرت بگیرن. هزاران نفر از مردم میهن ما رفتن توی جنگ ایران و عراق کشته شدن به وسیله دروغهای خمینی. چی شد؟ یه عده ملا و روزخان و جنایتکار به همه چی رسیدن. به قول محمد یزدی 400 سال رفتن جلو. حالا باز این مردم برن مقاومت کنن، برای کی؟ مردم وقتی محمد ساشاها و عیسی هاشمیها، فرزندان خانم ابتکار، و ویلای لواسان سردار فیروزآبادیها و براد و سواری امام جمعه را میبینن، از خودشان میپرسن چرا من باید برای آرمانی که وجود ندارد جان بدم؟ چرا؟ بله، مردم وقتی میبینن برادران تمامی اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده فساد اقتصادی دارن، از خود میپرسن ما دقیقا سر چه آرمانی باید ایستادگی کنیم؟ کمیسیون فساد اقتصادی درست کردن، یه درم گشتن اونجا که به فسادهای اقتصادی رسیدگی کنن. معلوم شده تمام اعضای اینا خودشون فساد اقتصادی داشتن و دارن. گفتم دیگه این دور تسلسل باطل، چون اون مرده که اون بالا نشسته کسی رو نداره، کسی رو تربیت نکرده، تازه اگه تربیت میکرد یه مش لات رو تربیت میکرد. بله، بودجه سال 98 رو شما وقتی نگاه میکنید، نهادهای مذهبی و تبلیغاتی سهمشون 13 برابر بیشتر از بودجه محیط زیست هست.
بودجه های مدارس و آموزشگاه ها هست، بودجه های دانشگاهی هست، بودجه های عمرانی هست. همینطوری مثل قارچ توی حوزه‌های علمیه دارن جدید تشکیلات را میدازن، بودجه میبلن، میلیارد میلیارد پول این مردمه میشه. آخوندکایی که الان دارن تو حوزه علمیه درس میخونن بیمن حقوق بیکاری میگیرن، دارن درس میخونن کاری نکردن، همه اینا رو تو بودجه آوردن. این آقای حسن روحانی، آقای کلیساز. بعد میخوندم اون پیکنت رو، نوشته بودجه سال جدید قبل از اینکه بره مجلس رفته بیت رهبری. خب شما کلاتون رو بذارین بالا که مردم رو میگفتین اگر روحانی نیاد رئیسی میاد. خب رئیسی اومد چه فرق میکرد؟ گفتگو میکنم با آقای حسین حجازی. قبل از اینکه آقای حجازی، بله، با آقای اجازه صحبت میکنم در مورد نورو به تمام هموطنان مسیحی و غیر مسیحی که به هر حال ما دو عیده شدیم اینجا تبریک میگم. آقای اجازه، وسط صحبتتون من شما رو باز کردم، ولی خب حرفاتون کامل بود دیگه، همه شنیدن که سال جدید رو تبریک گفتید. منم به شما درود میفرستم و بهتون سال جدید مسیحی رو تبریک میگم. خیلی ممنون از لطف شما. امیدوارم که سال آینده واسه همه ما و به خصوص آزادی مملکتمون سال بهتری از سالهای قبل باشه. بله، امیدوار است. البته من اعتقاد ندارم تا مردم کاری نکنن، خودشون به پا نخیزن، خودشون با هم متحد نشن، خودشون تصمیم نگیرن این حکومت برن، هیچ کس در دنیا نمیتونه به اونا کمک کنه. حالا بگذاریم، آقای حجازی چه خبر؟ والا الان امروز یه روز جدیدی است در تاریخ امریکا بی سابقه، به خاطر اینکه بعد از مدت ها دموکرات ها مجلس نمایندگان رو اشغال کردن با یک اکثریت قابل ملاحظه، و تا همین لحظاتی قبل مراسم به اصطلاح سوگند و عرض کنم انتخاب خانم پلوسی به عنوان رهبر این حزب برگزار شد. خانم پلوسی انتخاب شدن؟ بله بله، ایشون با اکثریت آرا، چون بحث فراوانی بود که ممکنه که بخوان یه به اصطلاح نیروی جوانی رو بیارن روی کار و قدیمی ها رو یواش یواش کنار بذارن، که این بحث هنوز مطرحه. یعنی حزب دموکرات داره یک حرکاتی میکنه و کسانی که انتخاب شدن این دفعه و تنوعی که در این افراد وجود داره حیرت انگیزه. اولا تعداد بانوانی که انتخاب شدن، زنانی که انتخاب شدن بی سابقه است و در همین مجلس نمایندگان. بعد از کسانی که به اصطلاح گرایش های جنسی مختلف دارن یا شرایط جسمی جنسی مختلف دارن، از لاتین ها، از سیاه پوستان، تمام اینها در این مجلس انتخاب شدن و یک ترکیب فوق العاده متنوعی رو به وجود آوردن. ولی همونطور که عرض کردم صحبت از این هست که خانم پلوسی فعلا بیان و ببینن دموکرات ها که او به چه صورت عمل میکنه. ادهی معتقدن او که بسیار آدم قاطعی است و میتونه خوب اداره بکنه. ادهی هم همونطور که عرض کردم معتقدن که نه دیگه، این نسل قدیم باید برن و جدید ترها بیان، نیروی جوان بیاد. در مورد انتخابات سال به سال دوره بعد 2020 هم همین صحبت ها هست، هرچند که آقای جو بایدن جزو کسانی است که این روزها مطرح میکنن که ممکنه خودشو کاندیدا بکنه برای ریاست جمهوری در دوره آینده بر از حزب دموکرات، ولی چهره های جوانی هم هستن که دارن خودشون رو مطرح میکنن. آقای حجازی، این مسئله بودجه دیوار چی شد؟
بودجه دیوار یه جنگ تأسف‌آوری است که ادامه داره. یعنی دو طرف هیچ کدوم حاضر نیستن از اون به اصطلاح موازی رو که در پیش گرفتن عقب نشینی بکنن. 800 هزار نفر توی این شرایط سال نو و کریسمس بدون حقوق موندن. شرایط بسیار عصب‌انگیزی در پارک‌های عمومی هست که زباله‌ها و به اصطلاح این شرایطی که اونجا هست فوق‌العاده بد شده. ولی باز واقعا آقای حسین، آقای عزیز من، یه چیزی که خیلی عجیبه، مردم خودشون دستشون به صدا آستیناشون بالا زدن و دارن کمک میکنن که در این زمینه نظافت بکنن، نذارن که این پارک ها به کثافت آلوده بشه. دیشب من یه فیلمی رو میدیدم که مردم داوطلبانه رفتن تو این پارک ها بله. آشغالا رو جمع میکنن اینا. بله بله، عرض کنم آقای فرجی، در مورد این موضوع لجبازی که دو طرف دارن پیش میگیرن، به خصوص آقای ترامپ که دموکرات ها معتقدن که این دیوار یک موضوع بیمعنی است، مسئله آمدن این افراد از کشورهای دیگه به اینجا از راه دریا، از راه مسافرت های هوایی، قاچاق های مختلف، از زیر به اصطلاح دیوار نقب زدن و غیر و ذلک حل نمیکنه. به علاوه چنین ادعاهایی که یک عده تروریست کمین کردن و به خصوص از کشور مکزیک که بیان و امریکا رو به آتش بکشن، یک ادعای واهی طرف قلم داد میشه از طرف دموکرات ها و میگویند که به حد کافی بودجه ای رو که لازمه برای امنیت مرزهای امریکا در نظر گرفتن که میشه با اون بودجه همه کارهایی رو که برای جلوگیری از یک چنین حوادثی و آمدن افراد به اصطلاح ناجور و تروریست به خاک امریکا جلوگیری بکنه در نظر گرفتن. ولی آقای ترامپ و طبیعتا مشاورینشون به او توصیه کردن که عقب نشینی نکنه و ادامه بده به این قضیه. آقای حجازی، مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و استعفای وزیر دفاع آمریکا، در این مورد هم خواهش میکنم یه توضیح. بله، عرض کنم حضورتون، میدونید که آقای ترامپ با قاطعیت گفت که باید نیروهای آمریکایی رو ما از سوریه فرا بخوانیم، ولی تاریخی رو معین نکرده بود اون موقع و الان با همین استناد به همین استناد میکنه که من که نگفتم کی ما میایم بیرون، ما فعلا هستیم و پشت کردها و کسانی رو که با ما همکاری کردن خالی نمی کنیم. و این یک دوباره تغییر جهت دادن آقای ترامپ هست به زعم بسیاری که به راحتی این کار رو میکنه. و فعلا این موضوع بعد از رفتن آقای ماتیس که به همین خاطر کنارگیری کرده بود معلق مونده و معلوم نیست که نیروهای امریکایی کی از سوریه بیرون بیان. موضوع دیگه مخالفت هایی است که از جانب عده‌ای از جمهوری خواه ها با آقای ترامپ میشه و آقای میت رامنی که خودش در واقع سوابق طولانی سیاسی داره، کاندید بود و خودش رو در انتخابات گذشته کاندیدا کرده بود برای ریاست جمهوری که شانسی نیاورد و انتخاب نشد. برخوردهای دوستانه و غیر دوستانه آقای میت رامنی با آقای دونالد ترامپ به کرات اتفاق افتاده و این آخرین کاری که آقای میت رامنی کرد که بعد از اینکه از اون مقام فرمانداری کناره گرفت یا کنار آمد، دورش تموم شد، به عنوان سناتور انتخاب شده و میره به سنای امریکا به عنوان از حزب جمهوری خواه. ولی در یک اظهار عقیده‌ای که کرده در واشنگتن پست به شدت آقای ترامپ رو مورد حمله قرار داده، گفته که این ردا به تن ایشون نمیاد، این ردای جمهوری ایشون ما
واقعیت خودش رو درک بکنه و دست برداره از کارهای سخیفی که میکنه، ولی گویی که متوجه نیست و همونطور که گفتید بعد این کلاه براش گشاده یا این ردا براش گشاد هست. این داستانی است که فعلا بین این گروه ها درگیری هست. با جلسه ای که امروز تشکیل شد از حزب دموکرات و گفته میشه که اقداماتی میخوان بکنن دموکرات ها برای درخواست از آقای ترامپ که اظهارنامه های مالیاتیش رو ارائه بده و سایر مدارک و سوالاتی رو که دارن، ممکنه که یک جنگ خیلی شدیدی رو، یعنی یک جدال شدیدی رو بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها شاهد باشیم از این به بعد. باید دید مجلس نمایندگان به چه صورت عمل خواهد کرد. امروز این هم به صورت دست زدن پیگیر دموکرات ها در جلسه مجلس نمایندگان، جمهوری خواه ها طبیعتا ساکت بودند و عکس‌العملی نشون نمیدادند. همونطور که گفتم الان تازه امروز روز اوله و معلوم نیست که جهت سیاسی امریکا به کدام سو متوجه بشه. خبرهای دیگه آقای اجازی؟ خبرهای دیگه همین مسائلیست که لابد خود شما هم پیگیری کردید. الان در مورد مسئله افغانستان و بیرون آوردن نیروهای امریکایی از افغانستان داره صحبت میشه. کارهای تروریستی که در افغانستان ادامه داره و به هیچ وجه اقداماتی که کردن طالبان و سایر گروه‌های تروریست یا متخاصم دست بردار نیستند، کشتار ادامه داره در اونجاها و این هم مسئله دیگری است که میشه بهش اشاره کرد. ضمناً دو نکته رو میخواستم از این فرصت استفاده بکنم. حتما بینندگان گرامی برنامه خوب شما این برنامه فستیوال گل سرخ رو شاهد بودن در پاسادینا، همین نزدیکی شهر بزرگ لس آنجلس. این برنامه هر سال اجرا میشه و با تنوع زیاد و سالها من وقتی که در رادیو بودم میرفتم اونجا برای گزارش کردن این مراسم، فوق‌العاده دیدنی است و کاری که انجام میشه. و باز اینجا من تأکیدم به این خاطر هست که تمام، یعنی 90% کارهایی که انجام میشه و این به اصطلاح کارنامالی که به راه میفته اونجا با کمک مردم هست بلاعوض، یعنی داوطلبان میرن و تمام این به اصطلاح فلوت ها که بهش میگن فلوت، اینا رو هر کنون رو اینا تمام با گل و محصولات گیاهی تزیین میشه، از رنگ گلها، از دانه های به اصطلاح نباتی مختلف استفاده میشه برای تزیین اینها. و بعدم مراسم شب سال نو هم لابد شاهد بودن که در نیویورک چه شکوهی داره و اون سیب بزرگ یا بیگ اپل از اون بالا این دفعه با تزیین جدید، چون به کلی اونو نوسازی کردن با چراغ‌های جدید LED و رنگ‌آمیزی جدید، و حیرت انگیز بود که زیر بارون شدیدی که بود یک جمعیت میلیونی اونجا شادی می‌کردن، می‌خندیدن، پایکوبی می‌کردن و همدیگر رو در آغوش می‌کشیدن و از هر فرصتی مردم این مملکت و مردم کشورهای متمدن استفاده میکنن برای خوشی و شادی و خنده و بزن و بکوب، و ما میگردیم دنبال این که چجوری گریه مردم رو در گریه کنیم. بله، ولی البته من یه چیزی براتون بگم، این آخوندها معتقدن که همه این کارا که در غرب میشه اون قسمت های شادیش اینا کپی از ایرانه. بله صحیح. خب دیگه اونا خیلی از این صحبت ها ما زیاد میشنمیم از اونا وقتی که صحبت از بالاترین دموکراسی دنیا جمهوری اسلامی میکنن. بله، امروز آقای یزدی گفته که ما 400 سال در عرض این 40 سال رفتیم جلو. آقای محمد یزدی خب
بله راست گفته آخونده، البته نه مردم، معکوس بله. به صورت معکوس جلو رفتیم و بعدم باز هم امروز اظهارات حتما پیگیری کردید و توی صحبتاتون آمده آقای وزیر خارجه آقای ظریف که واقعا با اقداماتی که میکنن آدم حیرت میکنه و در یک مصاحبه با یک نشریه فرانسوی ایشون گفتن که ایران به هیچ وجه جمهوری اسلامی در پی نابودی اسرائیل نیست. بله که نخیر جالبه، اون وقت شوخی کرده اون لومپنا و اون کسانی که اون وقت هستن، اون آقای شریعت مداری کیهان و لابد اون آقای حسن عباسی و اینا، حمله شدید که تو غلط کردی، رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی از اول گفته ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم. نه آقای حجازی، خود این رهبر معیوب به قول خودش همین تو دیروز دوباره سخنرانی کرده، گفته من میگم که فلسطینی ها به زودی در تل‌آویو حکومت تشکیل میدن. خب نمیدونم، یا اینا تو خواب خرگوشی هستن آقای فرجی عزیز. اورشلیم هم نگفته، گفته تل‌آویو. بله صحیح صحیح. چون که میگم اینا یا تو خواب خرگوشی هستن یا برای عوام فریبی و فریب دادن بیشتر گروهی افراد که واقعا خب مطالعه ای ندارن و بعدم دارن از قبل این رژیم میخورن. یعنی این چپاولی که صورت گرفته واقعا یه چیز بی سابقه ایست که خب طبیعی است این افرادی که الان چسبیدن به این رژیم و دارن حمایت میکنن ازش، که من امیدوارم همونطوری که در گذشته ما شاهد بودیم یک شبه همه اینا نظرشون برگرده، چون ما این رو سابقه داشتیم، سابقه ای که کسی که همون شخصی که داد میزد مرگ بر مصدق زنده باد قوام سلطنه، روز بعد داشت میگفت مرگ بر قوام سلطنه زنده باد مصدق، اینا رو من به چشم خودم شاهد بودم و دیدم. یعنی چیزی نیست که بی سابقه باشه. امیدوارم یک چنین اتفاقی بیفته و نهایت هم نمیتونه اتفاق نیفته. یعنی این شرایطی که این حکومت باش روبرو هست و همه سوال میکنن چطور از بین نمیره، حیرت انگیزه. داشتم گوش میکردم به یکی از مصاحبه هایی که سال 2002 با آقای دکتر عباس میلانی داشتم که از اون موقع وضع متزلزل این رژیم مطرح بود. یعنی تمام صحبتهایی که امروز میشنویم از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تزلزلی که در تمام ارکان این حکومت وجود داره اون موقع هم وجود داشته و باز هم اینا موندن. حالا تا کی بتونن با این شرایطی که دیگه بدتر از بده ادامه بدن، اون چیزیست که هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. چرا خانوم فائزه هاشمی گفته اینا از نظر محتوایی سقوط کردن، منتها ظاهری جریان هست. بعدم ظاهری خب مردم برن تو خیابونا به امید کی، چه آلترناتیوی وجود داره. خب و راست میگن، وقتی که این ور و اون ور اتحادی وجود نداره، اون ور که البته هست، این ور اتحادی وجود نداره بین نیروهای دموکرات که من امروزم بهش اشاره کردم، خب مردم چیکار کنن؟ بیان تو خیابون برای کی جون بدن، مبارزه کنن که کی بیاد؟ ما هنوز برنامه نداریم. این درسته آقای فرجی. ببینید مسئله اینه که اتفاقا باز من با گروهی از این شخصیت هایی که مصاحبه میکنم بارها پرسیدم که خب شما که میتونید دسترسی داشته باشید، کسانی که مقیم اینجا هستن و به اصطلاح حرفشون شنیده میشه، شما که میتونید دسترسی داشته باشید به مقامات کشورهای مختلف به خصوص امریکا، چرا نمیرید و این موضوع رو به یه جایی نمیرسونید؟ جوابی که شنیده شده از طرف این مقامات این است که آقا اگر این گروه برن کی میخواد بیاد؟ اول یه کسی رو شما در نظر بگیرین، یه گروهی رو که بتونه اداره بکنه مملکت رو در نظر بگیرین. و وقتی صحبت شده از زمان خمینی گفتن او نشون داد که میتونه و عملا هم این کار کرد، ولی الان نیست. مسئله شاهزاده
رضا پهلوی مطرحه، ولی انسجامی وجود نداره. الان تنها گروهی که تو ایران ایستادگی دارن میکنن زنان هستن و تعجب آور و تأسف آوره که مردها واقعا ساکت شدن، مردها دیگه هیچ جنبشی ازشون دیده نمیشه. چرا معلوم نیست. از یک جهت کاری که این رژیم کرده، ترس و رعبی که به وجود آورده و اعتیادی که بین جوانان به وجود آمده، تمام اینا عواملی است که یک گروه مرد، این مردای ما اینطور نسبت به مسائل سیاسی یا بی تفاوت شدن یا دچار هراس شدن و آقای اجازی و آقای اجازی ببخشید من وقتم تموم شده. خواهش میکنم. امیدوار هستم که بقیه این صحبت رو روز پنجشنبه آینده ادامه بدیم. خیلی سپاسگزارم از شما. تو بخیر. خیلی ممنون از فرصتی که دادید. خیلی سپاسگزارم همیانان گرامی، از امیر شهرتی بابت کارگردانی برنامه و از شما که به این برنامه توجه کردی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.